در وجود ما علایق مشترک زیادی وجود داره. پرواز کردن یکی از اوناست. هواپیما، هلیکوپتر، پرنده و هر چیزی که توی آسمونه معمولاً نگاه ما رو به خودش جلب میکنه. اما نه به اندازه اون وقتی که فوتبالیستی تو 18 قدم حریف از زمین کنده میشه و بعد با ضربه سر توپ رو به تور دروازه میچسبونه. کاری که همایون به بهترین شکل ممکن اون رو انجام میداد. همایون سرطلایی. پریدن رو از بچگی تمرین کرد. توی پرش از ارتفاع بین همکلاسی‌ها و هممدرسه‌ها رو دستش نبود. روز اولی هم که در باشگاه فوتبال شاهین ثبت نام کرد و رفت سر تمرین، مربی جمله‌ای رو بهش گفت که آویزه گوشش کنه. تمرین هد زدن رو ادامه بده. همایون بهزادی در تیم‌های پایه شاهین رشد کرد و به تیم اصلی رسید. تیمی که البته سال 1346 منحل شد و یاران شاهین به تیم دیگه‌ای پیوستند که نامش تازه داشت سر زبونا می‌افتاد. پرسپولیس. درخشش بهزادی در پیراهن سرخ پرسپولیس و البته پیراهن سفید تیم ملی چشم‌ها رو به خودش خیره کرد. هتریک در داربی معروف 6-0 و آقای گلی در جام ملت‌های آسیای 1347 که به اولین قهرمانی ایران در این مسابقات ختم شد، فقط گوشه‌ای از درخشش بهزادی در مستطیل سبز محسوب میشه. همچنین اگه سری به تالار مشاهیر فوتبال آسیا بزنید، میبینید که نام سرطلایی ایران در کنار بزرگان این قاره جلوه میکنه. همایون بهزادی سالهای سال به پریدن، ضربه سر زدن و عبور دادن توپ از خط دروازه ادامه داد تا اینکه سال 1394 از راه رسید. سالی که آخرین پروازش رو به نمایش گذاشت. پرواز ابدی.